درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از افشای پشت پرده فرار مالک کوروش کمپانی امیر حسین شریفیان توسط سران مملکت در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. چند ماه پیش جنجال های زیادی در مورد پرونده اختلاس و کلاهبرداری کوروش کمپانی در فضای مجازی منتشر شد. مالک کوروش کمپانی متواری شد و یک پرونده به سایر پرونده های اختلاس و کلاهبرداری در این کشور اضافه شد. کمپانی که مدعی شده بود آیفون 13 رو 20 میلیون تومن به دست مشتری میرسونه. کوروش کمپانی کمپانی که مدعی شده بود آیفون 13 رو با 20 میلیون تومن به دست مشتری میرسونه و از قبل هزاران نفر پیش خرید کرده بودن و مقداری از پول رو هم واریز کرده بودند. حالا مالکش فرار کرده بود و مشتریها در صف دادگاه و پاسگاه مشغول طرح شکایت از امیر حسین شریفیان و همکارانش شدن امیر حسین شریفیان متولد 1375 مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانیه این کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت مدعی بود که گوشی موبایلی رو که بین 35 الا 50 میلیون تومن در بازار داد و ستد میشد از طریق حذف واسطه ها به قیمت 20 میلیون تومن به دست مصرف کننده ای ایرانی میرسونه اون مدعی بود که از دوبه این گوشی ها رو وارد میکنه و در ماه های قبلش هم با تبلیغات گستردهی مخصوصا از طریق چهره های معروف ورزشی و هنری حسابی جلب اعتماد و مشتری کرده بود و تعداد زیادی از مشتریانش مخصوصا بعد از این تبلیغات ثبت نام کردند. خیلی ها فکر می کردن که خیلی راحت میتونن با نصف قیمت صاحب گوشی آیفون بشن. حتی در شکایت ها اومده بود افراد زیادی ماشین خودشون رو فروخته بودن و چند گوشی ثبت نام کرده بودن که بعد بتونن اونها رو بفروشن و سود زیادی بکنن. اما مالک این شرکت بدون پرداخت بدهی ها و تحویل گوشی ها با پول مردم پا به فرار گذاشت. سخنگوی پلیس درباره اون گفته بود تعداد شکات بسیار زیاده و هم چنان روند ثبت شکایت ادامه داره و بعد از گذشت چند ماه هم هنوز آمار قطعی از تعداد شکات اعلام نشده هرچند که فرمانده نیروی انتظامی گفته بود این فرد هیچ گونه خروج رسمی از مرزهای بین المللی کشور نداشته اما با انتشار ویدیوها و عکسهایی با اون در حال عشق و حال در کنار استخر نشون دهنده این بود که اون خیلی راحت هم از کشور خارج شده و خیلی راحت به زندگیش داره ادامه میده رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم گفت متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده که با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگه هم تحت تعقیبند که با هماهنگی دستگاه غذایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده رسانه های داخلی رقم کلاهبرداری امیر حسین شریفیان رو از طریق کوروش کمپانی بین 500 تا 3000 میلیارد تومن تخمین زدن. اگر رقم بدهی رو همون 2200 میلیارد تومن و قیمت هر گوشی رو همون 20 میلیون تومن بپذیریم یعنی در حدود 110 هزار نفر شاکی پرونده که خود امیر حسین شریفیان این رقم رو نپذیرفت و مدعی شد که فقط مبلغ 150 میلیارد تومن بدهی داشته با این وجود هم شرکت حدود 7500 نفر مال باخته داره. به گفته خود شریفیان حدود 120 میلیارد تومن از اموال اون مانند پول نقد، چند دستگاه خودرو و منزل مسکونیش از سوی دستگاه غذایی توقیف شده که با اونها میشه بدهی ها رو داد و پرونده ها بسته بشه. در ماجرای کوروش کمپانی پای تعداد زیادی از سلبریتی ها و ورزشکارها هم در میون بود. موضوع کوروش کمپانی و تعداد زیاد شکاتش وقتی جدی شد که پای سلبریتی ها وسط بود. اینکه سلبریتی ها برای کالا یا شرکتی تبلیغ کنند امری متعارف و معمول در دنیای امروزه. شرکتها ها تلاش میکنند تا با استفاده از چهره های معروف اعتماد مشتریانشون رو جلب کنند. کوروش کمپانی هم از همین روش برای تبلیغاتش استفاده می کرد. مالک شرکت گفته بین 400 تا 500 نفر رو برای تبلیغ استخدام کرده بود. البته مدیرعامل شرکت در تنها مصاحبه خودش بعد از خروج از ایران که با یک خبرنگار آزاد انجام داده بود اظهار کرده بود به افراد تبلیغ کننده تا رقم 10 تا 15 میلیون تومن پول نقد داده و به هر کدوم هم یک گوشی آیفون 13 هدیه داده. یک هنرمند هم که نخواسته بود نامش فاش بشه گفته بود من برای تعمیرات موبایل به کوروش کمپانی رفتم اونها بابت ارائه خدمات هزینه دریافت نکردند و گفتن اگر مایل هستید یه ویدیو از خودتون بگیرید و تبلیغ برای ما انجام بدید که من هم همین کار رو انجام دادم این هنرمند در پاسخ به این سوال که بر چه اساس به کوروش کمپانی اعتماد کردید و حاضر شدید برای اونها تبلیغ کنید گفت شما فرض کنید به یه شرکت میرید که پول گذافی هم بابت تبلیغات دریافت دریافت میکنید ولی میبینید این شرکت تبلیغات گسترده در سطح شهر داره جا داره مکان داره شما گوشیت رو بردی تعمیر کردن چندین طبقه داره تیمهای مختلف تعمیر و فروش داره فقط یک طبقه مخصوص سفارشات آنلاین داره وقتی همه چیز رو دیدی پس اطمینان میکنی وقتی کسی تونسته مجوز های بزرگ در سطح شهر تهران رو بگیره پس کارش کلاهبرداری و بدون مجوز نبوده. اون در ادامه هم میگه بعد از شنیدن خبر کلاهبرداری کوروش کمپانی همه انگوش های اتهام به طرف ما سلبریتی ها و هنرمندان نشونه رفت بدون اینکه یه نفر بگه امیر حسین شریفیان بدون کارت پایان خدمت چجوری جوری مجوز کمپانی به اون بزرگی رو گرفته بوده و انقدر راحت داشته کار میکرده. امیر حسین شریفیان همچنین در ادامه مصاحبهش گفته بود اموال داخل این کمپانی توسط مردمی که طلبکار بودند و کارمندان این شرکت روبوده شده اون گفته تا روز ورود مردم به این ساختمون در محل کارش حضور داشته و این مسئله رو که از ماها قبل متواری بوده رو کاملا رد کرده اون در قسمت دیگه ای از مصاحبهش هم مدعی شد که کسی رو که به عنوان شریک اون دستگیر کردن پدرشه که فقط برای فشار آوردن به اون دستگیرش کردن و پدرش اصلا از هیچ چیزی خبر نداره شریفیان گفت من حتی نه ساله که پدرم رو اصلا ندیدم اون همچنین بارها این مسئله رو تکرار کرد که حکومت حسابهای من رو بلوکه کرده ماشینهای من رو در کیش و تهران توقیف کرده خود ساختمون کوروش کمپانی رو هم توقیف کرده و با فروش اینها میتونه بدهی رو بده و حتی مقدار زیادی هم اضافه میاد برخی از کارشناسان برای توصیف نحوه عمل شرکت کوروش کمپانی از واژه ترفند پانزی استفاده می کنند. توی سالهای اخیر این واژه زیاد شنیده میشه. ترفند پانزی این گونه است که فقط سرمایه اولیه سود خوبی می کنند و همونها برای شرکت تبلیغ گسترده زبانی می کنند و از تبلیغات گسترده ای استفاده می کنند تا سرمایه جدید تشویق به همکاری بشن. افراد معمولی متوجه فرایند پرداخت شرکت نمیش و به همین دلیل در ابتدا هیچ مشکلی وجود نداره و این شرکت ها ممکنه سالها هم بتونن فعالیت کنن به همین دلیل هیچ شکایتی از سالهای گذشته وجود نداره و فقط وقتی بحران شروع میشه که همه متوجه مشکل شده باشن و سیل شکایت ها سرازیر بشه حالا اما امین فردین یک افشاگری جنجالی در مورد امیر حسین شریفیان انجام داده. اون با انتشار این عکس نوشته امیر حسین شریفیان با هویت شخصی به اسم ابراهیم ابراهیمزاده کوتالان با پاسپورت جلی توسط مقام های جمهوری اسلامی فراری داده شده اون در حال حاضر در دوبی برای ایران پولشویی میکنه گویا امیر حسین شریفیان با هویت یک فرد افغان مشغول یک زندگی جدید و کارها و کلاهبرداری های جدید در دوبیه مرسی که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید و با لایک و کامنت از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.